امروز دوشنبه دوم آبان ماه سال 1401 خورشیدی برابر است با 24 ماه اکتبر 2022 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از دیدگاه رنگ کمان آغاز میکنیم. همونطوری که روز شنبه در حال پر کردن برنامه بودیم یادآور شدیم که در بلن که درمایی بزرگی از ایرانیان تشکیل شده و یادآور شدیم که بنا به گفته پلیس بلن حدود 100,000 نفر و از دید هموطنهای ما بیش از 100,000 نفر در این تظاهرات شرکت کردند که برای به طور کلی برای آلمان و برای دولت آلمان و برای سیاست مداران آلمان غیر قابل انتظار بود که همچین جمعیتی که یادآور شده بودم که از همه اروپا رفته بودن، فرانسه، بلژیک، هلند و ایرانیان آلمان هم که زیاده و سوئد و ایتالیا و اتریش هم رفته بودن و تلویزیون آلمان برنامه‌اش رو پخش کرده بود و انبوه جمعیت و بزرگی تظاهرات رو نشون داده بود و این شاید بزرگترین گرد همایی بود که ایرانیان خارج از کشور تونستن در خارج تشکیل بدن که به مراتب بیشتر از تورنتو بود. تظاهرات گردهمایی تورنتو که می گفتن بیش از 50,000 نفر شرکت. خیلی جالبه تلویزیون جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که در ایران اعلام کرد که ایرانیان مقیم اروپا یا آلمان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در بلند تظاهرات کردن. یعنی ایرانی ها هیچ کاری نداشتن، فقط برای اعتراض به گرانی بنزین رفتن در بلند جمع شدن که همه بهش به گوینده و برنامه خندیده بودن. تا اونجا که به من خبر رسیده قرار است روز شنبه در لندن تظاهرات بزرگ دیگری به مناسبت سال روز تولد زردشت بزرگ برگزار بشه و تصورات اینه که شاید چندین ده هزار نفر یا بیش از 10,000 نفر در این تظاهرات شرکت خواهند کرد. پیش بینی ها بر اینه. در ضمن روز شنبه دیروز هم در لس آنجلس ایرانیان گرده همایی داشتن که اونطور که گفته شد تقریبا چندین ده هزار نفر داشت. در اون گرده همایی شرکت کرده بودن که باعث تعجب خیلی از سیاستمداران و دستگاه‌های خبری و اطلاعاتی آمریکا شده بود. در ایران هم همونطور که میدونیم روز هفتم آبان سال روز تولد زردشت بزرگه و همه ساله مردم در این روز برای تظاهرات میکردن. تا اونجا که میشد به آرامگاه کوروش میرفتن، آرامگاه فردوسی بزرگ میرفتن، آرامگاه کوروش بزرگ میرفتن و امسال بدون تردید شاید چندین میلیون نفر امسال روز هفتم آبان از خانه ها بیرون بیان و به اعتراض در اعتراض به جمهوری اسلامی و جنایاتی که انجام داده و ادامه داره میده. به روی باید منتظر قدرت نمایی
مردم و جوانانمون، شیزنانمون، به طور کلی کارگران، همه مردم در داخل کشور بود. تردید نیست که گردهمایی یا نمایش قدرت در هفتم آبان بسیار با شکوه خواهد بود و از الان جمهوری اسلامی و نیروهای ضد امنیت به وحشت افتادن. مطلب بعدی که میخوام اشاره بکنم در برنامه بررسی رویدادهای امروز، یه هموطنی داریم که یه تلویزیونی هم در اختیارشه، حرفای عجیب غریبی میزنه. من نمیدونم ایشون واقعا عقلش رو دست داده یا اینکه ناخوانده ملاست. ایشون بدون شرط طرفدار جمهوری اسلامی و شخص امامزاده علی خامنه‌ای، و هر کسی، هر ایرانی در داخل ایران و خارج از ایران، به هر انگیزه، به هر دلیل، با هر اندیشه، با هر دیدگاه انتقاد میکنه با اون چه در ایران میذاره، به این آدمکشی ها، به این جنایات اعتراض میکنه، ایشون یک برشب چیز آمریکایی بهش میزنه، ستون پنجم آمریکا هستن. فقط کسایی ستون پنجم آمریکا نیستن که مثل ایشون جمهوری اسلامی جنایاتش، دزدیاش، آدمکشیاش و اینا رو تایید کنه. در جواب ایشون من فقط یه جمله میگم و اونم اینه که اون ستون پنجم که تو میگردی بین هموطنهای ما پیدا کنی، حالا ممکن کسایی هم باشن طرفدار آمریکا یا حتی کشور دیگه باشن، ولی اینکه هر کی به این جنایات اعتراض میکنه ستون پنجم آمریکاست، اشتباه در اینه که خود خامنه‌ای و خود نظام اسلامی ستون پنجم آمریکا. اونها مملکت رو به اینجا رسوندن. کدوم ستون پنجم میتونست ایران رو به این نقطه برسونه که خامنه‌ای و باند مافیای قدرت کشوندن؟ خیلی جالبه موقعی که آمریکایی‌ها با برنامه ریزی و مذاکرات مفصل در قطر با طالبان توافق کرده بودن که موقعی که قشونش رو از افغانستان بیرون میبرن، فرصت ندن که نیروهای ملی علیه قدرت رو پر بکنن و طالبان به قدرت برسن و اون جنگ افزارهای آمریکا در اختیارشون قرار بگیره، که یک برنامه ضد افغانستان، ضد مردم افغان و ضد مردم ایران و ضد اصولا مردم آزادی خواه هندوستان و تاجیکستان، ترکمنستان و اینها بودی، همچین برنامه ضد آزادی خواهی و ضد ملی بود. این آقا دست میزد و میرسید که بر طالبان بالاخره آمریکایی‌ها رو بیرون کردن و به جوان مردان و ملی گرایان و ملی خواهان و آزادی خواهان که دفته بودن در دره پنشیر مقاومت میکردن میگفت اینا ستون پنجم آمریکا هستن. ببینید چقدر باید یه آدم واقعا ننگ بر همچین آدمی که هنوز تصور میکنه دوران جنگ دومه، دورانی که استالین در روسیه در قدرت بود، هر کسی میومد به جنایات استالین اعتراض بکنه میگفتن باید سکوت کنی برای که استالین در جنگ با آلمانه. نتیجهش این شد که استالین 17 میلیون انسان به خاطر یه آدم زپرتی، یه آدم ضد بشر، 17 میلیون جان باختن خارج از جنگ در برای حفظ دیکتاتوری ایشون. و اینا کسایی بودن که استالین و معلم بزرگ خلقهای زیر ستم میدونستن که کسی که خلقهای میکشت و روسیه رو میگفتن روسیه بزرگ و روسیه رو میهن خودشون میدونستن، نه ایران رو. به طوری که در المپیک 1952 هلسنکی وقتی که برخی از قهرمانان کشتی ما مثل یعقوبی، مثل تختی، مثل مشتبوی، مثل گیوچی
قهرمانان روسی رو شکست داده بودن، اینا گریه میکردن چطور ممکنه یه ایرانی قهرمان روسی رو شکست بده. بعد رو این بازمانده اون تفکر و بازمانده همون نسل. مطلب بعدی که لازم میدونم اشاره بکنم مسئله عنوانش رو میتونم بذارم مسئله بخشش. در تاریخ حماسی ما، در تاریخ نوشتاری ما بودن پادشاهانی قدرتمندانی که همیشه دشمنان خودشون رو که وقتی پشیمون شده بودن و برگشته بودن به دامن مردم بخشیدن. این رو در مورد کوروش یادمونه. همینطور بیاین در دوران بعد از اسلام، همین شاه اسماعیلی که شیعه رو در ایران مستقر کرد و چندین نمیدونم چندین صد هزار نفر رو به این خاطر کشت، ولی به یه شهری میرفت به عنوان مثال وقتی رفت به کاشان، اون پیشوای سنی رو خواست و بهش گفتش که تو کدوم مذهب رو داری بشیه بخشیدش. در بسیاری از جاها کسانی که از سنی بودن دست کشیدن و گفتن شیعه هستی بخشید. گفتم کاشان بگم که مریدای این رهبر سنی وقتی میبینن این زنده اومد بیرون میگن چی شد؟ میگه اما پرسید شیعه هست. گفتم بر. من این مریدام خیلی ناراحت شدم که تو یه اون به ما درس مذهب سنی میدادی، حالا به خاطر جون خودت رفتی شیعه شدی. جواب بسیار جالبی به مریدانش داده بود. گفته بود میخواستیم برای 4 تا عرب بدون تنبون جونم فدا کنم و شیعه شده. منظورم اینجا بیشتر میگه به شاه اسماعیل هم تمام کسانی که در میگشتن میبخشید. نادرشاه بسیاری از جنگ هایی شرکت در ایالت های مختلف و استان های مختلف با کسانی بود که سرپیچی کرده بودند و ادعای استقلال کرده بودند، ولی هر کدوم از اینا پشیمان می شدن و پناه می آوردن به نادرشاه می بخشید. الان ما یه شرایطی داریم، شرایطی در ایران هست، ملت ما برای آزادی و برای سربلندی و سرفرازی ایران به پا خواسته و تردید نیست پیروز خواهد شد. تمام پلهای برگشت رو خراب کرده. من یه مثال بزنم که یادم افتاد. زمان انوشیروان موقعی که حبشه حمله کرد و یمن رو گرفت، پادشاه یمن به دربار انوشیروان پناهنده شد. انوشیروان درخواست کمک کرد. انوشیروان بعد از مشورت تمام زندانیان زندان رو به شرطی آزاد کرد که زیر فرماندهی وبر سپهدار اون زمان ساسانیان برن و در یمن بجنگن با حبشه یا که اونجا رو اشغال کرد. وبر وقتی رسید به خاک یمن دستور داد تمام کشتی‌های عبیم بردن و گفت ما راه برگشت نداریم، تنها یک راه داریم، اونم به پیش. و همینطور هم شد. با این جانبازی همین زندانی ها و حمایت مردم یمن نیروهای حبشه شکست خوردن و فرار کردن. البته وارد جزئیات نمیشم که به تحریک دولت روم این کار کرده بودن چون عیسوی بودن و ظاهرا حبشه هم مذهب دین عیسویت رو پذیرفت بود. بنابراین مردم ما پلهای پویسته رو خراب کردن. ما فقط یک راه داریم، اونم راه پیشه. خوشبختانه ایرانیان خارج از کشور که بین 7 تا 8 میلیون جمهوری اسلامی برآورد کرده به پا خواستن. این نیروی بسیار بسیار بزرگیه. 7-8 میلیون ایرانی که بارها در شهرهای مختلف به میدان اومدن، به خیابونا اومدن، از جمله در پاریس، لندن، تورنتو، واشنگتن، لس آنجلس، و این قدرتیه
که کوه از جا خواهد کرد. نه تنها ایران رو نجات خواهد داد، کوه رو میتونه از جا بکنه و ایران رو با حمایت و پشتیبانی از مردم ایران که در داخل جا دلاورانه و جان بازانه دارن مبارزه میکنن نجات خواهد داد. وعلی خامنه‌ای راهی نداره جز اینکه یا بمیره یا فرار. البته در مورد اون برنامه‌ای که گذاشت و خیلی هم چیز و بز با اسما آمد رد بالا و جان باختن مهسا رو اعلام کرد، فوت یه قانونی فوت شد. در اونجا خیلی ها شک کردن که این خود خامنه‌ای بوده باشه. من همین شک رو دارم. یکی اینکه آدم مریضی مثل خامنه‌ای با 83 سال عمر، 34 سال عمر نمیتونه با این تیز و بزیرا بره. دوم اینکه بعد از این برنامه سعی کردن از هر کسی که طرفدار ایناست بپرسن آیا خامنه‌ای خودش بود یا بدن، و طبیعتا اونها گفتن خودش بود. این اصراری که نشون بدن که بدن نبود خودش بود، خود دلیل اینه که بدن بوده. به دلیل این که هم گفتم این آدم نمیتونست اونطور تند و تیز را بره. به هر روی ما قادریم، ما ایرانی خارج نیروی بزرگی هستیم، قادر هستیم دنیا رو متوجه حقانیت مردم در ایران بکنه، متوجه جنایات علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی بکنه و بدون تردید ما پیروز، ملت ما پیروز خواهد شد. من ازم پرسیدن بعضی از دوستان از من پرسیدن که در مورد این که در خارج آیا بایستی شورای تشکیل بشه، آیا باید حکومت در تبعید درست بشه که مطرح شده توسط بسیار دوستان من از جمله آقای رضای پهلوی. از من پرسه شده که دیدگاه ملی در این مورد چیه، چون من بارها گفتم که من به عنوان نماینده نه جبهه ملی نه حزب ملت ایران صحبت نمیکنم، من بیان کننده دیدگاه ملی، دیدگاهی که میلیونها ایرانی عاشق ایران اعتقاد بهش دارن صحبت میکنم. بنابراین از من خواستم که در این مورد من مطالبی بگم و من این دیدگاه خودم و پیشنهاد خودم و برای هموطنان گرامی در داخل خارج هفته آینده مطرح خواهم کرد، چرا که فرصت نموده و ما خوشبختانه این فرصت داریم که به جای هفته یک بار هفته دو بار با توجه به شدت رویدادها با هم رو گفتگو بکنیم، در دل بکنیم. بنابراین من این دیدگاه ملی رو در مورد این که در خارج این نیروی انسانی بزرگ ایرانی چه میتونن بکنن که دنیا رو متوجه خودشون بکنن، مردم رو در ایران امیدوار بکنن و از دولت‌های خارج چه غربی چه کشورهای غیر وابسته به غرب بخواهن که به عنوان اعتراض به جامعه جنایت‌های علی خامنه‌ای بیان و سفیرانشون از جمهوری اسلامی خارج بکنن. در این مورد هفته آینده گفتگو خواهیم داشت. به خدا می‌سپارمتون. پاینده ایران.